تو برام مثل ماسک اکسیژن میمونی؟ واقعا؟ واقعا نمیدونم چرا حس میکنم دارم خفه میشم. پس پاشو بری، بیا قبل از اینکه خرید بیاد بدوستمه، قبل از اینکه ببینیشونم وقتی که انقدر عصبانی. حق با توه، خودم هم از خودم میترسم. بذار قبل از اینکه بیاد و ببینمش از اینجا فرار کنه. سلام. خوش اومدی. مامان زنگ زدی دستم بند بود. چیزی شده؟ چیزی میخوای؟ آره حتما مشغول بودی، چون معلوم نیست داشتی چی کار میکردی و برای چی برنامه ریزی میکردی. نمیفهمم. منم نمیفهممت. تو کی میخوای دست از بیفکری برداری؟ دیگه میخوای با ما چی کار کنی؟ آخ طلال انقدر زود بهت گفت. این که چرت و پرتیه میگی. مامان نه حلیمو میبینم نه حلیمم میبینیش؟ رفتن پیش آدمو حمله کردن بهش کافی نبود؟ حلیمم میبینی؟ لازمه الان صحبت کنیم؟ میگم نه حلیمو میبینم نه کس دیگه ایو. خب لیلا من بیرون منتظرتم. نه عادل بمون لطفا. از اینکه باهات این شکلی جلوی وکیل عادل حرف میزنم خجالت میکشی؟ از خودت خجالت نمیکشی که نزدیک بود برادرتو به خاطر بیفکری تو بیمسئولیتیت وارد زندان کنی؟ آها انگار خبرم نداشتی. مگه چی شده؟ فارس آدمو زده، فکر کرده که اون سریا رو دزدیده. خب تقصیر من چی؟ آدم تو کلانتری شکایت کردی که خانواده ظاهر میخوان بکشنش، گفته که اگه اتفاقی براش بیفته ما مقصریم. فارس که اونو زد متهم به این موضوع شد. اگه آدم شکایت رو پس نمیگرفت داداشت الان زندان بود. چیه مادر؟ کی میخوای یاد بگیری که عاقل باشی و دست از این بیفکریات برداری حساب کتاب کنی؟ کی آخه کی؟ تو دیگه میخوای با ما چی کار کنی خلیل؟ دیگه میخوای چی رو از دست بدین؟ مامان باور کن، من فقط رفتم باهاش صحبت کردم تا بهش بفهمونم تا من هستم نمیذارم تو امانت راحت باشه. تنها کاری که تو داری انجام میدی اینه که نمیذاری ما راحت باشیم.